بدین در نه پی حشمت و جاه آمده ایم، از بد حادثه اینجا به پناه آمده ایم. رهرو منزل عشقیم و ز سرحد عدم تا به اقلیم وجود این همه راه آمده ایم. کوچه ایرانیان. بینندگان گرامی، با درود فراوان به شما. در طی 37 سال که از انقلاب اسلامی در کشور ما می‌گذرد، گروه‌های مختلفی به کوچ کنندگان پیوستند که با اهمیت ترین آنها حرفه‌ای‌های رژیم گذشته هستند. حرفه‌ای‌های رژیم گذشته مهاجرت کرده نیست، از طیف‌های مختلف تشکیل می‌شوند که یکی از با اهمیت ترین آنها روزنامه‌نگاران هستند که در خارج از وطن نیز به همین حرفه ادامه دادند و در ساختار جامعه غربت گزیده سهم بسزایی داشت و دارند. روزنامه‌نگاران پیگیر مسائل سیاسی ایران بیش از دیگر حرفه‌ای‌های این گروه در صف اول این کارزار قرار دارند و علت اصلی آن هم سیاسی بودن مهاجرت ماست. چون ما که از روی شکم سیری و بی‌تفاوتی و برای عیش و نوش که مهاجرت نکردیم، بلکه ساختار رژیم حاکم شده بر کشور ما را دور از شؤونات خودمان می‌دانیم و از زندانی که رژیم حاکم به وجود آورده گریخته و کوش کرده ایم. در این بین روزنامه نگاران حرفه‌ای دیگری هم هستند که به قول معروف سیاسی نویس نبودند که جانشان در خطر باشد، ولی باز می‌بینیم که تحمل رژیم حاکم را نداشت و به کوچ کنندگان پیوستند. ورزشی نویسان ما از این طیف هستند که در رأس آنها به دو نام سرشناس برمی‌خوریم، روشنزاده و ایرج ادیب‌زاده. در همین رابطه است که امروز به پاریس می رویم و جویا می شویم گذشته و همچنین دلیل مهاجرت یکی از گزارشگران سرشناس ورزشی ایران را. با ما باشید. آقای ادیب‌زاده، خیلی خوشحالم که اینجا در پاریس خدمت شما می رسم. خیلی متشکرم آقای لیموندی، خیلی خوش اومدید. الان دیگه عادت شده که شما هر سال تابستون به این شهر ما یک سری بزنید و بعد ما هم به هر حال از شما هم یه چیزی یاد بگیریم، همین که به هر حال خوشحال میشیم که شما رو میبینیم. ما هر سال جهت یادگیری میام خدمت شما به این شهر. به هر حال شهر زیبایی است شهر پاریس و وجود شما در اینجا اعتبار زیادی به این شهر میده. بفرمایید که در ارتباط با فعالیت‌های داخلی کشور قبل از انقلاب، من همیشه شاهد برنامه‌های رادیو تلویزیونی شما در مورد ورزش بودم، ولی به هر حال اکنون که بیش از 37 سال از دوران انقلاب در کشور ما میگذره، میبینم که شما در خارج از کشور فعال هستید. خواستم بدونم به چه دلیل شما کشور رو ترک کردید و به کوچ کنندگان ایرانی پیوستید؟ من خب میشه گفت که از 12 سالگی شروع کردم به روزنامه خونی، مجله خونی و اینا. کم کم یه مقدار، چون پدر منم یه مدت زیادی اون زمان جنگ بین‌المللی دوم با روزنامه ایران ما کار میکرد، بعد منم عاشق این بودم که روزنامه نگار بشم. عشقم در درجه اول به کتاب خوندن بود. یعنی من یادمه که 16-17 سالگی که شد، من تمام کلاسیکای همین فرانسه رو که به فارسی البته ترجمه شده بود همه رو از یک کتاب فروشی که روزی یک قرون از ما میگرفت و میرفتیم، من تمام اینا رو خونده بودم. در کجا؟ در تهران؟ بله در تهران. بعد خب این عشق به روزنامه نگاری باعث شد که من در 16 سالگی یه دوستی داشتم، حسن طبیب، که الان در آلمانه و 8 کتاب در حال حاضر نوشته. حسن طبیب روزنامه مجله صبح امروز کار میکرد که آقای علموتی مدیرش بود و اینا. بعد به من گفت تو که اینقدر دوست داری اینا، بیا مجله ما ببینیم که چیکار میشه کرد و اینا. به ما یه صفحه دادن در اون موقع. البته این صفحه در اون موقع یه مقدار چیزای کوتاه مینوشتیم، بعد سرگرمی بود از این چیزا، ولی از همینجا کار روزنامه نگاری من شروع شد. بعد شاید نه به صورت حرفه‌ای، ولی به هر حال این انگیزه رو ایجاد کرد که من به این کار ادامه بدم. بعد اتفاقا یه مسئله که پیش اومد، من دوست داشتم که
همون موقع با وجود تمام مسائل برم به آمریکا اونجا درس بخونم، ولی خب به علت یه مقدار مشکلات مالی و اینا من تصمیم گرفتم که کاری به کار بکنم که خودم بتونم برم. در همون موقع یک دانشکده‌ای بود در اونجا که یه دانشجو رو میگرفت برای مایکروویو، موقع پیمان بله. سنتو مایکروویو بود و اینا، که 2 سال باید در مثلا بلوچستان و سیستان کار میکردیم، کارآموزی میکردیم، چون یه قسمت از اون چیز از اونجا میگذشت و بعد 2 سال هم میرفتیم به آمریکا. یعنی همین 2 سال آمریکا منو وسوسه کرد، رفتم کنکور اونجا رو دادم، بعدم جزء وزارت پست و تلگراف بود. ولی به زاهدان که رفتم همون سال اول که هنوز تموم نشده بود، دوستان به من گفتن که یه رادیوی 100 کیلوواتی اینجا درست شده به اسم رادیو زاهدان و اینا هم اعلام کردن که میخوان یه عده گوینده یه زن و مرد بگیرن. هی به من گفتم برو اسم بنویس دیگه، تو هم برو، حالا این همه تو کتاب میخونی و اینا. منم بلند شدم رفتم اونجا اسممو نوشتم. روزی که رفتم به اون ساختمان رادیو در زاهدان دیدم نزدیک 40-50 نفر اونجا هستن. گفتم وای مگه من قبول میشم؟ آقای نواب صفا که از شاعرای بسیار بزرگ ایران هستند، بله، بعدم خیلی آدم دانشمندی بودند، متاسفانه چند سال پیش فوت کردن، ایشون اومده بود به طور موقت ریاست رادیو رو گرفته بود که رادیوی زاهدان را بیفته. من رفتم جز کسایی که به هر حال دهم دوازدهم رفتم امتحان دادم. یک قسمتش این بود که راجب ادبیات یه چیزی بگیم، بعد یه خبر بخونیم و بعدم یک قسمت از گلستان. اون موقع پدر ما رو مجبور میکرد که گلستان رو بخونیم و حفظ بکنیم. اتفاقا اون صفحه که گذاشتن صفحه بود که من یه مقدار واقعا حفظ بودم. شروع کردم خوندن، همینطوری که میخوندم ضمن اینکه مثل اینکه آدم به تلویزیون نگاه میکنه شروع کردم اون ور نگاه کردن و همینطور ادامه دادم. آقای نواب صفا گفتش که نگه داشت، گفت بیا بیرون ببینم. من رفتم، گفتش که گفتند چرا کتاب گلستان از رو نمیخونی؟ گفتم ببخشید من برای اینکه این سفر رو حفظ بودم. گفت دیگه نمیخواد امتحان بدی، بیا قبولی کسی که گلستان خونده. بعد خب من یه مدت زیادی یه برنامه داشتم به اسم ما و شنوندگان. رادیو زاهدان اون موقع درست شده بود برای اینکه زبان فارسی، بعدم سیاست‌های ایران رو در شبه قاره هند که خیلی هم فارسی زبان اونجا هست، بعد برنامه اردو داشت، برنامه بلوچی داشت، این رادیو رادیویی بود که در واقع ضمن اینکه ما رو جنرال الکتریک بود، ولی ژاپنیا اومده بودن این رادیو رو برپا کرده بودن و توی کویر هم میگفتن به علت که حرارت هوا، حرارت زمین، ببخشید رطوبت زمین کمه، اینه که این رادیو در اینجا نمیتونه خیلی موفق بشه. ولی اینا اومدن چندین کیلومتر سیمکشی کردن روی زمین که یه زمین کامل برای این فرستنده درست کردن. به این جهت مثلا من یادمه که از شبه قاره، از شهرهای دیگه ایران گونی گونی نامه می اومد برای این رادیو، واقعا فوق‌العاده بود. شنونده داشت. بله شنونده داشت. و بعد از 1 سال من یه برنامه هم می نوشتم به اسم سفر به شهرهای بلوچستان و سیستان. بعد آقای زعفرانی که بعدن زعفرانلو که بعدن اومدن، ایشون به من گفتن که خب این برنامه خیلی خوبه، الان خیلی جا افتاده سفر به شهرهای بلوچستان و سیستان، چون این استان ناشناخته ایه. به من یه لند روور با راننده به اضافه دور ضبط صوت و اینا دادن که برم داخل بلوچستان و فولکلور بلوچستان رو من ضبط بکنم. این کار نزدیک 3 سال طول کشید و تمام قسمت بلوچستان رو من رفتم. این در واقع استانیه که خیلی در واقع دور افتاده است، محرومه با. و اون موقع من تازه متوجه شدم که این در واقع دولت شاهنشاهی داره در اونجاها چه کارهایی میکنه. مثلا من
همون اوایلی که رفته بودم داخل اونجا، نزدیک دشتیاری، دشتیاری یه منطقه خیلی میتونسته حاصلخیز باشه، خیلی حاصلخیز، ولی به علت خشکسالی و اینا آب کم بود و به جایی رسیدم که 10 تا چادر اینجا بود، 10 تا چادر اونجا، 10 تا چادر اونجا. بعد زمستونا اینجا چاله میکندن، آب بارون که میومد هم خودشون هم مثلا حیواناتشون مثل شتر و گاو و گوسفند و اینا میخوردن تا تموم میشد، بعد میرفتن یه خود جلوتر. موقعی که من به اونجا رسیدم دیدم که کنار چادری یک دانشجوی پزشکی که تازه فارغ التحصیل شده و از آمریکا فارغ التحصیل شده اومده ایران، جزء سپاه بهداشت فرستادنش اونجا. شما نگاه کنین جایی که الان اگر مثلا ما بریم ببینیم غیر از شهرهای بزرگ اصلا جایی بیمارستان و چه میدونم اینطوری نداره، ولی اون موقع خب من با این صحبت کردم گفتم چی شده، گفتش که ما به خانم این آقا که رئیس این قبیله هست بهش میگیم که خانمت حتما باید یه آمپول بخوره که حالش جا بیاد من خوبش کنم. اون میگه نه تو نامحرمی نباید بازوی زن منو ببینی. بالاخره ما با هم همفکری کردیم، گفتیم خب یه ذره از چادر رو باز میکنیم با چاقو، این خانم بازوشو بیاره اینجا و تو آمپول بزن. و فقط این نبود، مثلا یا آقای کامبوزیا بودن در نزدیکی زاهدان، یه کلاته داشتن، یعنی یه جایی داشتن که اونجا رو آباد کرده بودن اینا، ایشون 4 تا زن داشتن، زناشون خانماشون توی مزرعه کار میکردن، کارگر دیگه نداشت، همه کار این مزرعه رو اینا میکردن. این 22 تا بچه داشت، 22 تا پسر و دختر قد و نیم قد داشت که صبح اینا صف میکشیدن، یکی یه مقدار نون بهشون میداد با مثلا هر یه چیزی، بعد اینا را میافتادن میرفتن زاهدان مدرسه. 2 تا سپاه دانش که دوقلو هم بودن، فامیلیشون دقیقاً یادم عطارزاده بودن، 2 تا پسر دوقلو بسیار خوشتیپ که توی سپاه دانش بودن، اونا رو فرستاده بودن این کلاته. یعنی ببینین من اون موقع فکر میکردم که خب این سپاه دانش و سپاه بهداشت مهمترین چیزیه که برای این استان فرستادن. و مثلا من رفتم قصرقند تا منطقه پاکستان فاصله زیادی نداره، اونجا کسایی که ساکن اونجا بودن را میافتادن میرفتن اون طرف مرز، قند و شکرشون رو از اونجا میگرفتن، یعنی اینقدر دور بود به مرکز ایران. بعد اونجا یه پزشکی که مال خدمات اجتماعی بود، یعنی از پول اون بلیطای بخت آزمایی که خانم اشرف درست کرده بود اون بیمارستانا رو، از پول اون بلیطای بخت آزمایی این درمانگاه ها رو درست کرده بودن. اونجا اون وقت این دکتر دیگه خدا بود برای اون محل، چون خیلی بیماریای زیادی بود. مهمتر از همین که بالای قلعه‌هایی که هنوز دیواراش بعضی خراب نشده بود، داخل اونا اربابا زندگی میکردن و بیرونش غلاما. یعنی ببینین ما یک همچین محیطی داشتیم اون موقع توی ایران که این انقلاب شاه میتونست چقدر واقعا زیر رو بکنه اونجا، مفید واقع بشه. آره، ولی هنوز که هنوز من از این آقایون و خانم‌های چپی میشنوم که سپاه دانش یه چیز نمایشی بوده، سپاه بهداشت یه چیز نمایشی بوده. اینا به هر حال این چیزهایی که من گفتم برای اینکه بدونین که یه مقدار از ساخته شدن شخصیت من برای روزنامه نگاریم، برای دیدن دنیا توی بلوچستان اتفاق افتاد، در این فضا بوده. بله. آقای ادیب‌زاده، ولی من شاهد فعالیت شما در رادیو تهران بودم. دقیقاً. بعد از اینکه از زاهدان من اومدم به تهران، البته یه مدت رفتم 2 مرتبه درس خوندم برای همین روزنامه نگاری، بعد اومدم رادیو ایران که امتحان بدم دوباره، با وجودی که 4 سال اونجا من کار کردم، گفتن یه امتحان لازمه. آقای تقی روحانی اومد یه امتحان از من کرد، بعد راجب خبرخونی و راجب اطلاعاتم، خب اطلاعات من حالا خودم تعریف نمیکنم، ولی اطلاعات عمومیم خیلی خوب بود، برای اینکه خیلی کتاب میخوندم، یعنی اصلا به قول معروف خوره کتاب بودم. بعدش آقای روحانی بعد از اینکه یه تست از صدای منو از خبر خوندن و اینا گرفت،
گفتش که صدای تو نجیبه. گفتم آقا نجیب یعنی چی؟ آیا شما قبول میکنی؟ گفت آره، برای که شنونده صدای تو رو باور میکنه و همین خیلی برای ما مهمه. گفتم خب حالا من چیکار کنم؟ گفت باید 6 ماه اینجا بری جلوی میکروفون بگی اینجا تهران است، صدای ایران، ساعت مثلا 12:30. گفتم همین. گفت همین. شما به صورت زنده این رو بعد؟ بله زنده. اون موقع گوینده شدن در رادیو تهران یا رادیو ایران خیلی مشکل بود، یعنی واقعا به این سادگی نبود که همینطور برن میکروفون بدن بهشون بدن. و 6 ماه این کارم شد تا اینکه رادیو تهران درست شده بود، آقای گرگین یه رادیوی متفاوتی درست کرده بود. من رفتم پیش آقای گرگین گفتم من میخوام بیام رادیو تهران و اونجا شدم گوینده برنامه‌های ادبی. یادم آقای حاسد جوادی 2 تا برنامه ادبی مینوشت، یکی جهان اندیشه. کدوم حاسد جوادی؟ همین حاسد جوادی که الان علی اصغر. جهان اندیشه و یک برنامه دیگه درباره کتاب، و این 2 تا برنامه رو من اجرا میکردم. بعدن خب در اونجا با خواهران خردمند که اونا هم گوینده بودن، با اینا برنامه های خیلی متنوعی داشتیم. تو این رادیو تهران در واقع یه جایی بود که من فکر میکردم که خب همینجا من باید کار بکنم. و بعد به خاطر اینکه مسائل کتاب مطرح میشد، مثلا همون موقع با فروغ فرخزاد خود آقای گرگین گفته او کرده بود، با شاملو، با اخوان ثالث، اینا کسایی هستن که مثلا من خب شعراشون رو خونده بودم، ولی از اینکه از نزدیک داشتم میدیدمشون فهم کردم که واقعا چقدر باعث خوشبختی و اینا. و خب خیلی من از رادیو تهران چیز یاد گرفتم، تا اینکه به هر حال رادیو و تلویزیون ادغام شد. ما رفتیم جام جم، اونجا برنامه صبحگاهی بود که آقای مانی و خانم رضایی که الان در آمریکا هستن، اینا گوینده های اون برنامه بودن. هم خبر بود، هم چیزهای متنوع روز بود. یادم پرویز نقیبی که یادش بخیر، اون کسی بود که همونجا میشست مینوشت میداد به گوینده ها، یعنی مسائل روز رو نگاه میکرد، بعد به شکل خیلی جالبی این مسائل رو مینوشت و میداد به گوینده، مثلا آقای مانی یا چیز. من در همون موقع یه برنامه ادبی، یه برنامه گزارش مراکز محافل هنری و اینا داشتم که هر روز کتاب تازه که در می اومد معرفی میکردم، فیلم تازه، تئاتر تازه، موسیقی تازه تو اینجا معرفی میکردم. شبام میرفتم گاهی مثلا این کنسرت ها یا چیزها، یه چیز کوتاهی هم میگرفتم که تو برنامه پخش میشد. همین 10 دقیقه خیلی خیلی مورد توجه قرار گرفت، خیلی، که با وجود اینکه خب خیلیا زیاد راضی نبودن که من در اون وقت خوب این برنامه رو داشته باشم، ولی آقای فرازمند و دیگران راضی بودن، من ادامه میدادم. تا اینکه جشنواره فیلم تهران بود، من رفته بودم فیلم چشمه رو مال آر بی آوانسیان رو دیدم و خب چشمه خودم حس کردم که سوژه یه مقدار غریب است برای ماها، چون سوژه یه سوژه داستان ارمنی بود که در واقع بعد از اینکه یه نفر فوت میکنه بعد از اون رو نشون میداد. بعد یه کاری هم که کرده بود، سوژه ها از جلوی دوربین میرفتن، نه اینکه دوربین سوژه ها رو دنبال بود. بله دیده بودم اون فیلم. آره، یعنی یه مقدار سنگین بود، درست روشن فکری و متفاوت بود اما سنگین بود، اکسپریمنتال بود. بله. در از تجربیات اولیه فیلمساز بود. درست. بعد من با چند تا از منتقدین بزرگ اون موقع، آدمایی که فیلم ها رو نگاه میکردن، توی روزنامه ها یا مجله ها مینوشتن، با اونا صحبت کردم. اونا عموما خب رد کردن، من خودم نظری ندادم، ولی اونا. ولی بعد صبح همون روز، یعنی بعد از ظهر اینکه برنامه پخش شد، رفته بودم به همون هتل شرایتون برای دنباله فیلم ها و کنفرانس های خبری و اینا. از رادیو به من زنگ زدن، یه آقایی بود به اسم آقای تهرانی که فیلم می ساخت،
و اتفاقا من وقتی رفته بودم آرژانتین برای جام جهانی، اونم اومده بود اونجا که یه فیلم مستند درباره سفر تیم فوتبال ایران به آرژانتین درست بکنه. آقای تهرانی اومد به من گفتش که چی کار کردی؟ گفتم چی کار کردم؟ گفت امروز آقای قطبی زده رادیوشو شکسته. گفتم برای چی؟ گفت مثل اینکه اون برنامه ایش رو گذاشتی، از این فیلم چشمه خیلی انتقاد کردن و فیلم چشمه رو در واقع سرمایه ساختش رو تلویزیون داده بود. بعدم آقای اووانسیان از کسایی است که آقای قطبی خیلی دوستش داره. گفتم من اصلا بگید یک کلمه از خودم چیزی گفته باشم، اینا منتقدینم که هستن همین چیزا رو توی مجله هاشون توی روزنامه و اینا نوشتن. گفتن به هر حال بهتره که چند روز نریم تلویزیون. مورد غضب قرار گرفتیم. من رفتم تلویزیون، آقای فرازمند بود، گفت بابا جان چی کار کردی؟ آقای فرازمند یه شخصیت فوق‌العاده دوست داشتنی بود. حالا اگر فرصت شد میگم بهتون، همون موقعی که حقوقشون رو، یعنی لیسانس حقوقشون رو گرفته بودن میتونستن وکیل بشن، رئیس رادیو هم بود، چون عاشق این بود که رئیس رادیو باشه و تلویزیون. و بود اواخر قبل از انقلاب هم شد. بله. و بعد آقای فرازمند چون منو فرستادن ایلام، به من گفتن تو برو اونجا 3 هفته اونجا باش، چون رادیو و تلویزیون های خیلی جاها داشتن افتتاح می شدن. منو فرستادن اونجا. من گفتم که مادرم الان مریضه به خاطر اینکه سرطان داره، من میخوام. گفتم فقط 3 هفته برو. تبعید شدی شما؟ نه، در واقع میخواستن استفاده بکنن برای اینکه من برم اونجا و 2 تا گوینده یا 1 گوینده رو تربیت بکنن، اون بتونن چیز بکنن، من برگردم. ولی این باعث شد که جریان به 40 روز رسید و به حال خیلی دیگه طولانی شد. منم نگران مادرم بودم و اولین ماشینی که اومد اونجا میخواست برگرده به تهران بیاد تلویزیون، منم سوار شدم باهاش اومدم. و بعد دادگاه اداری کردن، آقای فرازمند اومد از من دفاع کرد. آقای عدلی‌زاده، من خاطرم است در هفته ها یا ماه های قبل از انقلاب شما در تلویزیون برنامه ای داشتید. بله، بعد از اینکه تلویزیون، یعنی 2 قسمت شد، یکی تلویزیون 1 و تلویزیون 2، آقای گرگین ماها رو خواست، من، مانوک خدابخشیان خواست، ما 2 نفر رو، گفتش که ما میخواییم یه گروه ورزشی درست بکنیم که البته نمیدونم اسم ببرم یا نه، بهمنش و روشنزاده نباشن. صحیح. اونا خب خودشون اونجا هستن دیگه، خودشون به قدر کافی هم تجربه دارن. ما یه گروه درست کردیم که من بودم، محمد علی اینانلو بود که الان فیلم های محیط زیستی رو تو ایران همچنان درست میکنه، مانوک خودش بود به اضافه حمید قاضی‌زاده که و یه پسری به اسم رضا آخته، و ما 1-2 تا تهیه کننده داشتیم که اینا کمک میکردن به برنامه ما. بعد برنامه ما، همین برنامه ورزش از نگاه 2، به دلیل اینکه ما می رفتیم توی مردم یه مقدار چیزای اجتماعی ورزش رو می آوردیم، خیلی برنامه ما گرفت. یعنی یه وقتایی بود که ما 15 تا 18 میلیون تماشاگر داشتیم. جمعه شبا از ساعت 10 شروع می شد تا 12، گاهی تا 12:30 هم طول می کشید. بیشتر فیلم بردارا و برحال صدا بردارای تلویزیون خودشون داوطلبانه می اومدن با ما کار می کردن، می گفتن مثلا ما میتونیم براتون یه تیکه بگیریم. مثلا یه پسری به اسم رزی که فیلمبردار فوق‌العاده‌ای بود، اون رفت از استبل سلطنتی وقتی باز میکنن اسبا حالت مستانه دارن و اینا میان بیرون، یه فیلمی درست کرد که فوق‌العاده زیبا بود با موزیک و اینا. یعنی اینطوری بود که برنامه ما گرفت. بعدم مسائل اجتماعی اون روز رو، مثلا به ما خبر دادن که ابراهیم قاسم‌پور که الان در واقع بهترین بازیکن تیم ملی فوتبال هست، پدر مادرش توی آبادان توی کپر زندگی میکنن. خب به هر حال اون موقع بود. بله، سوژه بود. توی کپر زندگی کردن یه بازیکن تیم ملی خیلی مسئله بود. من و یه فیلمبردار بلند شدیم رفتیم اونجا و این داستان کپر و این کماجدونی که مال
آبگوش درست بله. کردن هر روزیشون بود و اینا چیز کردیم و پدرش هم خیلی با خوشرویی گفت البته من خیلی خوشحالم که ابراهیم الان تو تیم ملی و اینا، ما هم بالاخره امیدواریم که زندگیمون خوب بشه. در روزهایی که منجر به انقلاب شد شما چه موقعیت کاری داشتید؟ من از وقتی که در واقع من روزنامه آیندگانم کار میکردم، زمانی که آقای خمینی یه دفعه گفتش که من دیگه آیندگان نمیخونم، یعنی این... پس از استقرار جمهوری بله. اسلامی یه دفعه گفت. پس شما همچنان فعال بودید در بله، رادیو بله. و تلویزیون. برای اینکه هم رادیو و تلویزیون ما اون موقع ما کار ورزشی میکردیم تلویزیون و توی روزنامه آیندگان هم دو صفحه جدا ورزشی داشتیم. ولی یه عده که... اعتصاب کرده بودن، آیا شما جزو اونها بودید یا نبودید؟ نه ما اعتصاب نکردیم. یعنی در واقع توی تلویزیون یه گروهی رفتن شورای مؤسس رو درست کردن، منم اوائل رفتم بهشون پیوستم، ولی بعدش اینطوری شد که یه مقدار دیدیم که دیگه چپا میرن روی میز وامیستن شعار میدن و اینا، ما چون روزنامه نگار بودیم یعنی من فکر میکردم که حتی اگر یه رژیم جدیدی هم بیاد ما حرفمون روزنامه نگاره، ما که چه میدونم سیاسی نبودیم چیز نبودیم، خب میتونیم کارم. ولی در واقع از همون موقعی که خمینی گفتش که من آیندگان نمیخونم، من واقعا به قول معروف میگن زنگای خطرم به صدا در اومد که دیگه من نمیتونم به این حرفه ادامه بدم. و بعد خب اون مسائل پیش اومد و در تلویزیونم ما حتی اون روز اولی که آقای قدزاده اومد اونجا بودیم، چون قدزاده اومد بچه های همون شورای مؤسس و اینا رو دور هم جمع کرد، گفتش که فقط 24 ساعت به من فرصت بدین یه مقدار از این مارش و این چیزای چه میدونم یه خود تند و اینا آره انقلابی اینا رو کم کنین، موزیک ملایم بذاریم، بذارین یه خود مملکت آروم بشه، بعد اون وقت بیاین این تلویزیون مال شما. و چون اون موقع شورای مؤسس حرفش این بود که یعنی حتی آقای بختیار یه نماینده فرستادن به همین شورای مؤسس که منم اونجا بودم، که نمایندهشون اومده بود میگفت که آقای بختیار پیغام دادن که شما برگردین، اگر مردم شما رو ببینن یه مقدار از این اعتصابات و اینا کم میشه دو مرتبه میان. ولی همونطور که بهتون گفتم آدمای تندروی اونجا بودن و گفتن که ما میخواییم تلویزیون رادیوی آزاد داشته باشیم. خب من این سالها که اومدم اینجا مثلا توی رادیو فرانسه کار کردم، تلویزیون ها کار کردم، دیدم یه مقدار چیزای رویاییه، یعنی همینطوری نیست که هر کس مثلا آزاد باشه هر چی دلش میخواد بگه. به این جهت اون اتفاقات افتاد، منم از تلویزیون اومدم بیرون بدون این که خودم رو بازنشسته بکنم، بدون این که بخوام در واقع بازخرید بکنم و فکر میکردم که من باید حرفم رو ادامه بدم، چون هیچ کار دیگه ای بلد نبودم. صحیح. من فقط از اول روزنامه نگار بودم تا الان که در خدمت شما هستم. چه شد که تصمیم گرفتید که کشور ایران رو ترک کنی؟ یکی از انگیزه های اصلیش پسرم بود، که پسر من وقتی که 5 سال و نیمش بود و همون موقع من از مادرش یعنی مریم معترف جدا شده بودم، مریم معترف همسر سابقم اومده بود فرانسه برای فوق لیسانس و برای فوق لیسانس تئاتر در اینجا بگیره، چون قبلا در دانشگاه تهران تئاتر خونده بود. بعد من دیدم که خب پسرم با من زندگی میکرد و مادر بزرگش یعنی مادر زنم سابقم، و خب من دیدم که بچه ها هرچی هم زندگیشون خوب باشه، چون مثلا میرفت اون کودکستان جهان کودک تو میدون ونک خیلی با منم میومد مرتب تلویزیون، میرفتیم شمال فلان خوب بود، ولی حس کردم که بچه مثلا 5 سال نیمه 5 ساله نیاز داره که با مادرش هم یه مقدار زندگی بکنه. اینه که ما اسمشو توی همین شمال پاریس در یه منطقه سن ژرمن آله که یک پانسیون خوبی بود که یک خانم و آقای پیر فرانسوی اونجا رو اداره میکردن، ما فرستادمش اینجا و اومد
این پانسیون اون موقع از ما در ماه 1100 فرانک میگه. فرانک بله. یعنی 1100 فرانک یعنی 1100 تومان. بله درست. یعنی پول ما بله. همین. یعنی برای من خیلی خوب بود که آرش بیاد اینجا. به این جهت آرش وقتی اومد به فرانسه به همون پانسیون، خب اونجا هم درس میخوند، یعنی سال اول و دوم دبستان رو در اونجا خوند و در ضمن در پانسیون بود. مادرش هم آخر هفته میومد و با آرش میرفتن مثلا سینما میرفتن تفریح و اینا. یعنی من در ماه 1400 فرانک میفرستدم که در حدود 300 یا 350 فرانکش برای این آخر هفته آرش بود. به این جهت آرش خب مثل یه بچه فرانسوی هم فرانسه رو یاد گرفت، هم اون اصول زندگی در این کشور رو. بعد که من یه ماموریت داشتم میرفتم برای مسابقه های جام جهانی جوانان به تونس، در فرودگاه به مادرش هم گفته بودم آرش رو بیارن فرودگاه اورلی. در اونجا آرش با من اومد تونس، در همین نزدیک همین هتلی که این سوء قصد چند وقت پیش اتفاق افتاد، بله، تیم ملی فوتبال ایران در اونجا اردو داشت، یعنی در اونجا ساکن بود، هتل الهنا بیچ در همین سوس. و که من واقعا متاسف شدم که یه همچین جاهای خوبی رو این تروریستا میان اینطوری کاری میکنن که مردمی که تمام امیدشون به توریستان اینطوری و زندگیشون عوض. به هر حال آرش با من اومد و بعد رفتیم پیش برادرم در سوئد و از اونجا برگشتیم ایران. ایران که برگشتیم آرش رفت مدرسه رازی که فرانسه زبون بود، همون کلاس خودش اسمشو نوشت، خودش هم رفت، یعنی من اومدم خودش با معلم فرانسوی مدیر فرانسوی صحبت کرد و اونا اسمشو نوشتن تا زمانی که انقلاب شد. انقلاب که شد مدرسه رازی رو این تازه واردا به کلی زیر رو کردن، چون میگفتن معلمشون مثلا میومد سر کلاس میگفت آره شما بچه های پول دارین، هنوز نمیدونیم بچه های پایین شهر چجوری زندگی میکنن. یعنی این فکر باعث شد که مدرسه رازی رو فرانسه رو برداشتن، در حالی که اونجا رو یه میسیون فرانسوی ساخته بود. درسته. با استخر و سالن‌های ورزشی و اصلا با کلاس های خیلی مدرن با نور خوب فلان اینا. به هر حال زبان فرانسه رو که برداشتن، آرش یه روز رفت به یه مدرسه برای زبان انگلیسی به اسم جلال آل احمد و بعد از ظهرش که اومد گفت من دیگه مدرسه نمیرم. گفتم برای چی؟ گفت زنگ تفریح بچه ها اونجا سیگار میکشن، حشیش میکشن اینا، دیگه من متوجه شدم که باید خیلی زود آرش رو بردارم بیام فرانسه. ضمن این که آرش اگر 16 سالش میشد به دلیل اینکه جنگ ایران و عراق بود نمیتونست از مرز خارج بشه. ما روز سوم ژانویه 1985 در حالی که فرودگاه مهرآباد پر از برف بود و برفا رو ماشین‌های برف‌روبی داشتن باز می‌کردن، یه نگاهی کردم به این از شیشه‌های هواپیما به این تهران، به این ایران که انقدر به اون عشق می‌ورزیدم و یادم اون موقع یه دوره رفته بودم ببینم، داشتم از ماه دوم دیگه بالا می‌آوردم از ناراحتی که چطور آدم می‌تونه اینجا زندگی بکنه. اومدیم فرانسه، آرش روز جمعه که رسیدیم از روز دوشنبه رفت سر کلاسش نشست. اون که رفت نشست تازه مشکلات من شروع شد، دنبال زبان یاد گرفتن، دنبال چیز. ولی اون چی که هست، من با از هفته دومی که اینجا بودم شروع کردم به کار کردن. آقای وزیری رو به طور تصادفی تو خیابون دیدم، گفت چیکار میکنی؟ گفتن که میخوای بنویسی برای چند تا مجله که من بودم. بله، یعنی براش نوشتم. بعدم رادیو فرانسه تأسیس شد زبان فارسیش، من جز اولین کسایی بودم که به رادیو فرانسه پیوستم، یه 17 سال کار کردم و بعد هم به دعوت مهدی جامی که رادیو زمانه رو اداره میکرد به رادیو زمانه پیوستم، تا الان هم دارم کار میکنم. با بعضی از نشریات هم مثل اینکه همکاری داریم. بله، غیر از اون با بی بی سی کار میکردم یه وقت، هنوزم هر وقت خبرهای مهمی در فرانسه هست به من زنگ میزنن من براشون توضیح میدم. با
روز رادیوی امید ایران که اون موقع آقای گرگین در لس آنجلس بله. درست کرده بود، برای اون کار میکردم. با روزنامه آیندگان که آقای داریوش همایون درست کرد، که بله. داریوش همایون یکی از شخصیتایی بود که من واقعا خیلی دوستش داشتم، برای اینکه یک انسان بله. کامل بودم و یک روزنامه نگار کامل. درسته. جالب اینم بهتون بگم، بعد از اون رویدادهای بعد از اینکه تیم یعنی کاروان ایران در المپیک مونرئال که منم رفته بودم در اونجا تقریبا شکست خورد، برگشت و کل سازمان منحل شد توسط شاه فقید، یه روز آقای همایون به من و مانوک گفتش که شماها برید نخست وزیری، آقای فریدون اون موقع شده بود وزیر مشاور و در ضمن ورزش، ایشون به ما گفتن که خب من شما ما رفتیم گفتیم بفرمایید چه فرمایشی دارید با ما، چون آقای همایون گفتن، گفت من میخوام که شماها هر کدوم یه فدراسیون ورزشی رو بگیرید اداره بکنید. من و مانو کمیطور به هم نگاه کردیم، گفتم ما روزنامه نگاریم، ما اصلا اینکه بدونیم چجوری میشه یه فدراسیون رو اداره کرد و اینا نمیدونیم، واقعا خیلی برامون مشکله. درست. به این جهت ازشون تشکر کردیم و اومدیم و به هر حال من فکر میکنم که تنها استفاده‌ای که من کردم حالا ایران رو ترک کردیم این بود که تونستم حرفه خودم رو ادامه بدم. من به لطف این حرفه به 60 کشور جهان رفتم با پاسپورت سبز رادیو تلویزیون ملی ایران، رفتم به بازی‌های المپیک مونرئال، در اونجا خیلی خوب کار کردم، برای روزنامه آیندگانم کار کردم. حالا اونجا ما بعد از اینکه مثل الان نبود، بعد از اینکه همه چیزا رو گزارش‌ها رو می‌نوشتیم باید می‌رفتیم مرکز پرس و اونجا این نوشته‌های فارسی مون رو به لاتین مبدل می‌کردیم که با تلکس بفرستیم. و یکی از شبا من دیدم غیر از من که ساعت 2 مثلا دارم کار می‌کنم یه نفر دیگه هم هست. رفتم اونجا نگاه کردم جمع دکتر صدرالدین الهیه، ایشون هم همین مشکل منو داشتم، باید چیزایی که می نوشتن به لاتین تبدیل می کردن و می فرستادن برای کیهان. برحال بعد از اون من رفتم به جام جهانی آرژانتین، تقریبا نمی دونم چجور به من الهام شده بود که شاید دیگه نتونم به اینجا برگردم، از اونجا به چند کشور آمریکایی لاتین رفتم، شیلی رفتم، پرو رفتم، بعد رفتیم برزیل و یعنی به هر حال تجربه کاری بسیار گسترده بود. آره، یعنی من خیلی دوست داشتم از بچگی مسافرت بکنم، به لطف حرفه روزنامه‌نگاری من به این آرزوم رسیدم بدون اینکه پولدار باشم. رفتم به جاهایی که مثلا هتل‌های گران قیمت، چه می‌دونم، دوبار رفتیم مثلا تایلند، هر کدوم همش هم برای مسابقات مثلا ورزشی یا چیزایی که اتفاق میفته. شما حدوداً 30 سالی که در فرانسه زندگی میکنید در شهر پاریس، چقدر دلتون برای زادگاهتون تنگ شده؟ باور میکنید که هنوز گاهی خواب ایران رو میبینم بعد از 30 سال که الان شما اشاره کردید، و به هر حال آدم نمیتونه سرزمینش رو فراموش بکنه. من هنوز فامیلم اونجان، هنوز تمام خاطرات دوران کودکیم اونجان، ولی اگر همین فردا شما به من بگید که میخواید برید ایران، من بهتون میگم نه. شاید خیلی باعث تعجب بشه، برای اینکه این چیزایی که من از ایران الان میشنوم میبینم دیگه اون ایرانی نیست که ما عاشقش بودیم. کل ایران بله، ما هنوز عاشقشیم، ولی وضعیت رو آنچنان خراب کردن. بیشتر از همه چیزی که مردم ایران، نه همشون، از دست دادن، مسئله اون شخصیت آدم هاست. یعنی اگر یه روزی خداوند این کشور من رو از خوش‌سالی و دروغ، کوروش کبیر میگفت، از خوش‌سالی و دروغ حفظ بکنه، الان هر دوی این بلاها به سر مملکت ما اومده، هم خوش‌سالی هم دروغ، و این مسئله واقعا تأسف‌آوریه که شاید اگر این رژیم اسلامی هم
به هر حال کنار بره یه مدت زیادی طول بکشه تا دو مرتبه مردم ما بیان به اون شخصیت اولیه‌شون. روزی که من آغاز کردم روزنامه نگاری رو، دنیای بهتری بود و دنیای دوست داشتنی تری بود، افق برای دنیا خیلی روشن‌تر بود. من یادم همون موقع مثلا بیتلا در لیورپول که یک شهر صنعتی و فقیر بود یه دفعه رشد کردن، دنیایی شدن. سالهای 60. بله. یعنی همون موقع آمریکایی که شما الان زندگی میکنید خیلی جاذبه، واقعا هر کس میتونست بره اونجا خودشو پیدا بکنه، میتونست به آرزوهاش برسه در اون سرزمین. ولی الان همه چیز فرق کرده. درسته. اون روزی که من آغاز کردم یه روز خیلی بهتری بود. شاید مثلا منم تا چند سال دیگه روزنامه نگاری به هر حال نتونم، چون الان آرزوم اینه که یه فرصتی پیدا کنم که سه تا کتاب که یادداشت‌هاش رو همینطور جمع کردم، شاید یه روزی مثلا شروع کنم به نوشتن اون کتاب‌ها. ولی راستش رو بخواین آقای لیمونادی، عشق زندگی من روزنامه نگاری بوده و فکر میکنم که تا آخرین روزی که بتونم فکر بکنم، بنویسم، حرف بزنم، به این حرفم ادامه بدم. نه، در چارچوب این حرفه ما شاهد این بودیم در خارج از کشور که شما طی این 30 سال همیشه به همین حرفه پرداختید و بسیار هم موفق بودید. به هر حال من بسیار خوشبختم از اینکه چند دقیقه از وقتتون رو دادید و سپاسگزارم از این همکاری شما. متشکرم آقای لیمونادی. امیدوارم به هر حال حرفای من خیلی پرگویی نکرده باشم. به هیچ وجه. در آستانه سال نو میلادی هستیم و با شادباشی به همیهنان مسیحی ما کوچه این هفته را به پایان میبریم. تا هفته آینده شاد و سرفراز باشید. در نگاه به کوچه ایرانیان با ما همراه باشید تا روزی با هم آن را به پایان برسانیم. و ما در غربت همچنان دوره می کنیم شب را و روز را، هنوز را.